دوستان گرانقدر به درس روز 41 برنامه کویک بوکس البته ورژن 2021 خوش آمدید. امروز ما شما در مینوی کستومرز روی کماند چینج آیتم پرایس صحبت میکنیم. آیتم لیست که شما در اینجا میبینین و در مینوی لیست که هست یکسان است، فقط لیست آیتم ها را برای ما نشان میده، چی سرویس آیتم باشه، چی اینونتری پارت باشه، نان اینونتری پارت باشه. کماندی چینج آیتم پرایس که است، به خاطر از این استفاده میشه اگر ما بخوایم که تمام آیتم هایی که اگر 100 دانه باشه یا 1000 آیتم هر چقدر باشه، یا او سرویس آیتم باشه و یا هم اینونتری پارت باشه یا نان اینونتری پارت باشه، قیمت هایش یا 1% بالا ببریم یا 1% پایین کنیم و یا هم جدا جدا بخوایم که قیمت هایش تغییرات بیاریم. به طور مثال بعضی وقتا میشه که مثلا نرخ اشیا که از در بازار بالا میره، تو هم میخوایی که قیمتاش بالا بسوزی، و یا هم وقتی که دلار بالا میشه طبعا وقتی که چیزی رو شما میفروشین قیمتاش بالا میره، یا به خاطر از یک چیزی که خریداری میکنین با قیمت بالا خریداری میکنین، باید طبعا او رو شما با قیمت بالا بفروشین. پس اگر ما و شما از آیتم لیست یک دانه را مثلا کلیک میکنیم، در این قسمت باز قیمتاش ریتش زیاد و کم میکنیم، بسیار زمانگیر است. اگر ما 1000 آیتم داشته باشیم، کمپانی هایی است که از 1000 آیتم زیاد دارن، پس مجبور هستیم یک روز دو روز ما مکمل سر از این وقت خود تیر کنیم. اگر شما خواسته باشین که تمام آیتم ها را، چی سرویس آیتم باشه، چی اینونتری پارت باشه، چی نان اینونتری پارت باشه، در یک دفعه قیمتاش 5% بالا ببرین یا پایین بیارین، به خاطر جلوگیری از یای وقت ما شما از کماند چینج آیتم پرایس استفاده میکنیم. وقتی که کماند شما کلیک کردین، اولین کاری که شما میکنین انتخاب میکنین که شما چی را میخواین، کدام نوع آیتم میخواین که پرایس زیاد کنین یا کم کنین، نه البته میخواین آیتم پرایس چینج کنین. سرویس آیتم میخواین، اینونتری پارت، نان اینونتری پارت، به مو شکل دیگر ما میگیم نه سرویس آیتم، ما آیتم هایی که اینجا شما میبینین کلش سرویس آیتم زیاده، یا را میخواییم که در پرایسش تغییرات بیاره. تغییرات شما میتونین که یک دانه انفرادی هم تغییرات بیارین و جمع هم میتونین که مثلا شما گروپی مکمل انتخاب کنین 5% 10% تغییرات بیارین. اول من مثالش از این را کار میکنم که شما اگر انفرادی بخواین یک آیتم پرایسش تغییرات بیارین چه قسم میکنین. خب اول اون آیتم ها را انتخاب میکنین، مثلا هاردویر 5000 است ترنینگ، ایره من انتخاب میکنم میگم میخوام دی تغییرات بیارم، به مو شکل میگم که کویک بوکس کنسلتیشن 1000 است، دی تغییرات میارم، به مو شکل کویک بوکس دسکتاپ و آنلاین ترنینگ یارم میخوام که ارجست کنم قیمتایش. خب وقتی که انتخاب کردین، کاری بعدی که میکنین شما روی کماند ارجست کلیک میکنین. ارجست که کلیک کردین، اونو قیمتا را که شما اینجا خودش بود ایره انتخاب میکنین، اینجا میاد نیو پرایس، ایره شما تغییرات میارین. مثلا قیمت هاردویر ترنینگ از 5000 است، میگم بهتر 3000 افغانی شوه، زیاد از 5000. به مو شکل کویک بوک کنسلتیشن یا تکنیکل سپورت 1000 است، میگم میرم چیکو برای ما 2000 بساز. خوب است کویک بوکس دسکتاپ و کویک بوکس آنلاین ترنینگ، میگم به طور مثال میگم میره 5000 بساز، صحیح سیره چند بساز، میگم میره 5000 بساز، و به مو شکل میم ایرم انتخاب میکنم ایم 5000 شوه، دیگه تغییرات نمیارم. بدون از اینکه به اساس فیصدی چیز تغییرات بیاریم، یک انفرادی یک دانش انتخاب کردم و در قیمتاش تغییرات بیارم آوردم. هاردویر 5000 بود 3000 ساختم، کویک بوک یا کنسلتیشن 1000 بود او را 2000 کردم، دیگاهش که از 300 بود 5000 کردم. فقط بعد از روی اوکی کلیک میکنیم. وقتی که اوکی کلیک کردین، حالا اگر شما بیاین در مینوی کاستومرز روی آیتم لیست کلیک کنین، شما ببینین هاردویر 5000 بود چند شدم؟ 3000 شده. کویک بوکس کنسلتیشن 1000 بود چند شده؟ 2000 شده. کویک بوکس دسکتاپ و آنلاین ترنینگ 3000 بود چند شده؟ 5000 شده. خب و اگر شما خواسته باشین که گروپی تغییرات بیارین، مکمل سر سایت ما میخواین 5% قیمتاش افزایش بدین یا کم کنین، باز میایم در چینج آیتم پرایس، اینجا که اومدین سر سایت ما انتخاب میکنیم، مکمل میگه مارک آل. مارک آل وقت استفاده میکنیم که گروپی کلش بخوایم که تغییرات بیاریم دو قیمتایشن. آلی وقتی که کار کردین شما ارجست کلیک نمی کنین، دو دفعه اگر شما متوجه باشین وقتی که انفرادی کلیک میکردین، انفرادی رو تغییرات میاردین قیمتایش
سرویس آیتمی که انتخاب میکردین بعد از او ارجست میگفتین تا قیمتایش دیجه بیاد تغییرات بیدین. مگر گروپی کلش همی خواهین یکسان قیمتایش بالا با پایین ببرین تا وقتی که قیمتایش به اساس فیصدی تغییرات ناوردین ای را کلیک نمیکنین. در اینجا وقتی که انتخاب کردین برای ما میگه که بیدر خب ای اینکلود اینکتیف آیتم سرویس آیتم ها را میخواین که او آیتم هایی که اینکتیف هست او هم قیمتش بالا پایین میکنین اگه باشه ای را کلیک کن اگه نباشه ای را ما چی میکنن انتخاب نمیکنن. خب میگم نه امی اکتیف آیتم ها میخوام چی کنم 10% اگر میخواین به فیصدی قیمتایش زیاد شوه فیصدی را ذکر میکنین امرایشن و اگر میخواین که نه ده هر کدامش 500 افغانی پول زیاد شد باز فیصدی را ذکر نمیکنین. ده اینچ سیل کو نوشته کده adjust price of market item by amount or percentage. اگر پرسنتیج با پول نوشته نکردین به این مانا که اینمی 500 افغانی را میخواین ده هر آیتم پرایس کست ده کرنت پرایسش اضافه شوه و اگر نوشته کردین که 10% میخوام اضافه شوه باز فیصدی را ذکر میکنین امرایشن. خب 10% اینمی current price چی شوه؟ ای increase شوه چی شوه؟ ای رو شما ذکر میکنین. صحیح است؟ میگم که بله current price که است 10% ازی چی شوه؟ ای زیاد شوه. اگر منفی میخواستین باز منفی نوشته کن. میگم نه ای با چی شوه؟ ای امراج شوه adjust شوه add شوه بعد از او adjust کلیک میکنم. وقتی که adjust کلیک کردین ببینین از 3000 افغانی چقدر جور کرده برای ما؟ 3300 افغانی جور کرده. از 2000 افغانی چقدر جور کرده؟ 2200 افغانی جور کرده. از 1000 افغانی چقدر جور کرده؟ 1100 افغانی جور کرده. ما میرم کالکولیتر را باز میکنم به اینجا شما ببینین که از 3000 افغانی 10% چقدر میشه. من اینجا آمد نوشته کردم 3000 افغانی ضرب 10 تقسیم 100 چقدر شد؟ جمع 3000. شما ببینید 3300 افغانی را برای ما کشید به اون شکل دیگر آشان. این شما دیدین که هر کدامشه به اساس اونمو فیصدی که تعیین کرده بودیم current price چه چی کرده؟ increase کرده. این current price بود این new price بود امرای اینمی current price که از 10% پول اضافه کرده و این در new price برای ما اد کرده. بعد از وقتی که ما اوکی کلیک کنیم حالا اگر شما بیاین در مینوی customers روی item list بیاین شما ببینین اونمو آیتم پرایس هایی که ما چینج کردیم اونا در اینجا چی شدن؟ اد شدن. بعد از اگر از پیش ما شما کسی ما برای یک نفر هاردویر ترنینگ پروواید میکنیم 3300 افغانی در انوایس زومیه وقتی که ما او را انوایس میدیم به مو شکل دیگر آیشن. و اگر شما خواسته باشین کم کنین ایره یا مثلا به اساس پول میخواستین زیاد کنین باز در چینج آیتم پرایس که آمدین سلیکت مارک آل که انتخاب کردین ده اینجا شما فقط پول ذکر. مثلا ما میگم که 500 افغانی چی شوه از امی پرایس که هست مثلا اضافه شوه 500 افغانی یا مثلا 100 افغانی میخوام که اضافه شوه. سل کنین این ده فیصدی نوشته نکردم. وقتی که من جست کلیک کنم اینجا 3300 بود 3400 میشه. ده اینجا 2200 بود 2300 میشه. به این مانه که ما چی کردیم؟ به اساس اماونت نه پرسنتیجی را اینکریز کردیم. پس اگر خواسته باشین که کم کنین فقط منفی علامه نوشته میکنین و چی میکنه برای ما شما کم میکنه. این بود دوستا درس امروزی ما شما در برنامه کویک بوکس.